سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام همینجا کوکتل تیوی و امروز اومدیم با قسمت 18 برنامه بی پرده و مصاحبه رو داشتیم با سام ویلسون عزیز که اولین مصاحبهش هست از اول تا آخر کریرش و حواشی که بوده صحبت کردیم. حتما تا ته ببینید که صحبت‌های باحالی توش شده. اما قبل از هر چیزی اگه جدید هستین و دوست دارید از اخبار و حواشی رپ فارسی با خبر باشید و مصاحبه با آرتیستا رو ببینید، حتما یادتون باشه که کانال رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست. و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم مصاحبه رو داشته باشیم. سلام میکنم خدمت سامان ویلسون عزیز. چطوری آقا؟ خوبی؟ چه خبر؟ سلام مخلص، حال شما چطوره؟ خیلی ممنون، عالی. مرسی که دعوتو پذیرفتی و اومدی. بریم که یکم سوالا ببینیم چجوری و یکم حواشی بازی کنیم. داستانایی که داشتیم، حالا احوال و اینام که هیچی دیگه، یه ضرب سوالا شروع شد. آره دیگه، بریم واسش. خب آقا من یه بیوگرافی اول میگم. سامان رضاپور ملقب به ویلسون، متولد 27 خرداد 64، مؤسس اولین گروه رپ فارسی به اسم زدبازی که یکی از موفق ترین و محبوب ترین اونا هم تو تاریخ بوده. سوالی که خب خیلی هست، حالا توی مستندی که بچه زدبازی داشتن و شما خودت حضور نداشتی بود، اینه که آقا اصلا چی شد شکل بازی زد گرفت، اشتباه گفتم ببخشید، زدبازی شکل گرفت و اینکه زاخار از کجا اومد، اسما از کجا اومد، چون سیجل توی مصاحبهش اونجا گفته بود که مثل که یه شخص دیگه این اسما رو گفته بود و این حرفا. خیلی دوست داریم از زبون خودت بشنویم و ببینیم که اصلا چه جوری شد این داستان. ببین ما یعنی هممون همدیگه رو خیلی میشناختیم. ما این داستان از سوم دبیرستان شروع شد. سیاوش پشت سری من بود، مهراد دوم دبیرستان بغل دستی من بود که دیگه ما رفتیم سوم، مهراد رفت انگلیس. سهراب رو از یه جا دیگه ما میشناختیم، یعنی این آدم هم بود واسه خودش. حالا دوباره این داستان ها گفته شده که ما توی مدرسه تابستونی سهراب رو دیدیم ولی دیگه سیجل رو ندیدیم. من و مهراد سهراب و پسرخاله‌اش رو دیدیم، با هم دیگه آشنا شدیم، بعد دیگه این ارتباط مون تا اینکه وقتی که دیگه مثلا من شروع کردم همون تو سوم دبیرستان رپ خوندن، مهراد چهار تابستون همون سال اومد ایران، گوه این چقدر باحاله، این همین داستان موند همینجا. بعد دیگه ما هم رفتیم همون سال انگلیس درس خوندن، این ادامه پیدا کرد و همین رفت و آمده بود و من و سهراب یه جا بودیم ولی مهراد لندن بود، ما یه شهر دیگه بودیم، میدیدیمش و میرفتیم و میومدیم. راستش رو بخوام بهت بگم، یه ذره زندگیمون اون سال اول دومی که انگلیس بودیم خیلی فلاکتبار بود، یعنی فقط خودمون پسرا با هم دیگه بودیم، از این حالت هم خسته شده بودیم که چرا ما همش 4 تا 5 تا پسریم، دائم ما داریم با هم دیگه میگردیم و هی میریم KFC و نمیدونم از اون ور، اصلا هیچ خبری نیست. اصلا انگلیس که میگفتم من مثلا اون موقع فکر میکردم الان دیگه دبیرستان تهران و از جلو نظام و فلان و اینا بریم اونجا، دیگه الان یه برنامه‌ای به راهه که همه منتظر ما هم فقط اونجا. تو مثلا 18 سالگی 17 سالگی رفتیم اونجا، خبری نبود. یه به خنده منم که همه چی به شوخی میگیرم، یه جوری شد که گفتم زاخار یعنی این که پسر. اون موقع مثلا ما برنامه چطوری زاخار، بعد دیگه این وقتی همش این 4 تا 5 تا پسر میگم آقا چه زاخار بازی شده. اینو یه دونه از اونایی که تو انگلیس هم پسر با ما بود که شما اصلا نمیشناسین دیگه زاخارو کرد زد، گفت آقا چه زد بازی شده. خلاصه دیگه از اونجا این اسم موند و ما هم دیگه شروع کردیم ضبط کردن و آهنگ خوندن، گفتیم چه اسم باحالیه، بذار باشه بمون دیگه. دقیقاً پس زد بازی همون زاخار بازی. سیجل حالا اینو گفته بود یه جوری که سامان حالا با یه شخصی سهراب نام بوده، مثل که اونم تماس آره اونم میگیره، اسمش سهراب بود و آره تماس هم همینجوری، اونم لای ماها داشت بدبختی میکشید، اونم تماسی نبود، همینجوری بود اونم. آره دیگه، حالا اونجا سیجل یکم چیزتر گفته بود، یکم فکر کنم سانسور کردی، چون سیجل میگفت به هم گفتن کی بازیه و بعد شد حالا زد بازی و این حرفا. من حالا نمیدونم، شاید اون چیزی من یادم نمیاد. سیجل ولی تو اون دوره بین ما نبود، توی انگلیس ما من بودم و مازیار پسرخاله سهراب، خود سهراب، این پسره یمینی که همین یکی سهرابه، با یکی دو نفر دیگه که اصلا نمیدونم شما کیان دیگه، ربطی هم ندارن دیگه، الان اصلا حالا خب ویلسون از کجا اومد؟ چرا اصلا ویلسون؟ ویلسون که من تو دبیرستان با یه پسرت، اون موقع ما یه جوری بود مسیر خونمون با
یکی دیگه از اینایی که حالا بعد اینکه مهراد رفت این شد بغل دستی من، خونه هامون نزدیک هم بود، ما با تاکسی با هم دیگه میرفتیم و میومدیم، یعنی زمان ورودمون به مدرسه و خروجمون یعنی با هم میومدیم و با هم میرفتیم. بعد بغل دستی هم بودیم، اون پسر شبیه بارت سیمسون بود، همه میگفتن محمد سیمسون، اینم میگفتن خب اینم سامان ویلسون، چون دیگه هی مثلا حالا اینجوری مسخره الکی، اون شبیه بارت بود، ما همین وسط شدیم ویلسون، نمیدونم دیگه همین به همین راحتی، خیلی تفکری روش نبوده. اوکی. یه حالا یه صحبت دیگه، این که حالا زد بازی رو کامل گفتی، ولی خب چی شد خود تصمیم گرفتی رپ بخونی؟ یعنی همون سوم دبیرستان که بودی آهنگی بود، جوی بود، چی بود که گفتی منم میخوام این کارو بکنم؟ خیلی اتفاقی، ما با یه سری آدم معاشرت میکردیم اونجا الکی، تو این دوستای سری چرت و پرتای پیش اومد که اونا واسه ما اون موقع یه کاست پر کردن، ما واسه اینا یه سی دی پر کردیم، اون سی دی که ما پر کردیم یهو گرفت، یعنی دیگه از دست این رسید به دست اون، گذاشت واسه این، گذاشت واسه اون، این داستان یهو گرفت شکل گرفت و یه دونه آهنگ اومد بیرون، همه خوششون اومد، بعد ما هم دیگه دیدیم همه خوششون اومده، دوستای خودم دارن جو میدن، گفتیم خب شوخی شوخی اینو ببریم جلو، شروع کردم کاور کردن آهنگای دیگه، مال اون 50 سنت رو بعدا خوندم، بعد از اون مال نمیدونم یه چیز دیگر رو برداشتیم با سهراب و مهراد خوندیم، بعد دیگه گفتیم آقا داستان جدیه، مثل که همه حال کردن، بزنیم یه ذره جدی‌تر ببینیم چی میشه. خب اولین آهنگ دیساجلی بود رو ویداوت می امینه، من داشتم راجع به اون میگفتم، این مسئله که داشتم میگفتم راجع به همون بود، ولی از اون بحث بیایم بیرون، من خیلی پشیمونم رو اون آهنگ. اوکی. ولی خب آهنگای بعدی هم که گفتی کاور میکردیم، یه دونه این دکلاب بود که روش تو تابستون رو خوندین، یه دونم رپ گیم بود فکر کنم که 50 سنت و امینه و اینا بودن که درسته. آهنگ کلکل بود، آهنگ کاورمون بود دیگه. درست. بعد اون آهنگ پارتی اومد، درسته که اولین آهنگی بود که مهراد، بعد اون نه، بعد اون چیز اومد، بعد از اون آهنگامون خداست اومد، پارتی سومی آهنگ زد بازی بود، یعنی بعد از آهنگامون خداست خزر تا خلیج فارس بود، بعد پارتی اومد. اوکی اوکی. خب پس نه. اولی شد آهنگمون خداست، خجر تا خلیج فارس و مهمونی که یادش بخوام زمان چقدر بال بود. خب آقا سال 81 شروع کردین دیگه، درسته؟ دقیق. دقیقاً به فارسی یادم نمیاد. آره ولی همون فکر کنم همون موقع بشه. اوکی. خب اولین کنسرت رپ فارسی و زد بازی داشت سال 85 توی لندن. خب با توجه به شرایطی که بود، حالا سنا هم کم بود و اینا، یکم خیلی بلند پروازانه بود اون حرکت. خیلی دوست دارم بدونم که چی شد این تصمیمو بگیرین که برین لندن کنسرتی بذارین. فکر کنم یه مصاحبه هم اون موقع داشتی که حالا خیلی کوتاه بود. یه خاطره اگه از اون بگی. راستشو بخواین حالا بذار من دقیقاً داستان بهتون بگم چیه. ما اون موقع اصلا نه اینترنت به این صورت بود که خودمون بدونیم کجای کاریم، که اصلا آیا این داستان، چون ما از طریق دوستامون میشنیدیم تلفنی که آقا این آهنگ چقدر باحال بود، چهار تا دوستات بهت زنگ می‌زنن میگن چقدر باحال بود. این داستان چرخید رسید به این که آقا من یه سری دوستایی هم دارن که اونا میگن باحاله و اونا هم یه سری دوستایی دارن که میگن اینطوریه. خلاصه یه برنامه‌گذاری، ما اون موقع بعضمون یه جوری بود، از تهران پول یه رقمی میومد که اصلا خیلی، یعنی دنبال هر چی که بگیم بودیم اون وسط. این یه نفر به ما خبر رسید که آقا فلانی ماشین میفرسته دنبالتون، برین شما اینجا برنامه اجرا کنین، من و سهراب و مهراد. تازه آهنگ بی‌حسم اومده بود، بعد اون بود قبل تابستون کوتاه. آقا شما باشین برین اینجا برنامه اجرا کنین، انقدر بهتون میدن اونجا، مثلا همه چی براتون مجانی و امشب ماشین میاد دنبالتون میبره میاد. اینا واسه ما خیلی عجیب بود، ما اصلا تاکسی که چی اتوبوس و اینا بود برنامه. بعد یهو اصلا اینجوری شد گفتیم بریم. بعد من لحظه‌ای که رسیدم اونجا دیدم صف خیلی زیاد دم دره، گفتم این نکنه چیزه، یعنی کسی دیگه ای هم امشب هست، ما هم حالا اون وسط قرار سه تا چهار تا آهنگ بخونیم. کنسرت نبود، یه برنامه ایرانی بود که گفته بودن اینا بیان. بعد که دیگه رفتیم رو استیج دیدیم عجب چیز خفنی شد، ولی خیلی باحال بود که بچه‌ها اصلا اعتماد به نفسش خودشون رو از دست ندن. یعنی وقتی هنوز نگاه می‌کنی می‌بینی به عنوان اینکه این آدم 20 سالگی اومده، 19 سالگی اومده رو استیج داره میخونه، خیلی هم تمیز برگزار کردیم و اومدیم بیرون. همین دیگه، داستانش این بود. اوکی. پس اینجوری نبود که خودتون پلن بچینین از سمت کسی دیگه؟ اصلا، یعنی یه جوری بود مثلا به ما دوشنبه گفتن شنبه میایین فلان جا چهار تا آهنگتون رو بخونین، ما هم خدا خواسته آره بابا این چیزایی که تازه اون موقع ساخته بودیم گفتیم چقدرم باحال و چی، خیلی هم شنیده بودیم که، ولی من اصلا انتظار این داستان نداشتم. گفتیم یه جا میریم مثلا 100 نفر نشستن دارن شام میخورن، ما هم واسهشون میخونیم. رفتیم دیدیم دیوونه خونه است، فهمیدیم چی شد اصلا. از اونجا به بعد دیگه این داستانو خیلی جدی تر گرفتیم. اوکی. خب
همون حدودا که خیلی جدی گرفتین و یه سال بعد از این کنسرت دیگه فعالیت نکردی و تقریبا 7 سال. من تا به سکوتاه رو که دادم 7 سال نکردم. همون دیگه بعد 186 میشد دیگه، یه سال بعد کنسرت بود دیگه. خب 7 سال فعالیت نکردی و خب یه شایعه هایی بود که همه جا میپیچید و جی جی هم توی یکی از آهنگاش اشاره کردیم بود که میگفتن آقا شما مثل اینکه پدر سام ویلسون بهش گفته اگه بخونی از ارث محرومی، ولی خودت یه وایس گذاشتی توی تلگرام و توضیح دادی که نه آقا من مشکلات قضایی داشتم. حالا این داستانش چیه؟ یه توضیح به ما میدی؟ داستانش اینه که همه این داستان و همین آقای رضای پیشرو اومد باب کرد اون موقعی که من نمیخوندم که این ارث باباشه. حال نمیدونم چی اذیتش میکرد اون موقعی که ما اینا رو میدیدیم. حالا یه ماشینی سوار بودیم چی بود، تو ما تو تهران وضعمون بد نبود ولی تو لندن که میرفتیم خیلی بدبخت بودیم به هر دلیلی. خلاصه چی تابستون که میگم تهران نمیدونم این یه داستان اینجوری برا کرد که این ارثیه باباش بود و باباش اجازه نمیده. حالا میدونی یه موقعیتی هست که آدم نمیتونه حرف بزنه، بقیه میان جا حرف میزنن. داستان اصلی بذاریم بهتون بگم. من به خاطر همون آهنگ اولی که خونده بودم که به یه سری دختر خانم بی احترامی شده بود و سر اون آهنگ بریم فضایی که داده بودیم که تبلیغ، یعنی داری قشنگ معلوم آهنگ داره راجع به چی حرف میزنه دیگه، راجع به لازم به توضیح نیست. و یه سری تو آهنگامو خداست خیلی الفاظ برای اون موقع، برای اون سالها و مخصوصا برای فرهنگ ایران یه چیز خیلی عجیب غریبیه. مثل اینکه من الان با بیکینی برم تو خیابون، خب یه لحظه همه میمونن آقا چه اتفاقی افتاد، میدونی چی میگم؟ یعنی حالتش اینجوری بود. این آهنگا رو ما خوندیم، خب اینجا طبیعتا صدا کردن گفتن آقا چیه این داستان، اصلا چرا این کارا رو داری میکنی، چرا این حرفا رو داری میزنی، شما مثل که با قوانین و مقررات کشور خودت آشنا نیستی. ولی خب این داستان یه جوری شد که حالا باید مجازات هم بشی. این قضیه برای من 4 سال طول کشید. منم تک بچه هستم، پدر و مادرم تنها امیدشون منن، نگران میشن، من مجبورم حتی به خاطر خودم هم نشده به خاطر اینا یه مدت از این قضیه بکشم کنار تا این مسائل حل شه، تا بعدم بدونیم میخوایم چی کار کنیم. این مسائلم که حل شد من 4 سال فقط طول کشید دادگاهم تموم شه. دادگاه که تموم شد به من گفته تو 4-5 سال دیگه هم اگه یک بار یه جرمی تکرار شه اون مجازات اول تو باید بری و به قول معروف یه سال زندان تعزیری که بهت دادیم این جرم جدیدت هم اضافه میشه به ما، اون یه سال هم میاد روی این باید بری. خلاصه یه شرایطی بود که اصلا ارث و اینا چیه؟ من الان پدرم یه بچه داره، این ارث کجا بره من اگه محروم ارث بشم؟ بره خیریه؟ فکر نمی کنم. حالتش یه جوریه که اصلا این چیزا چیه؟ بعد پدر من اصلا اونجوری که اینا فکر میکنن نیست. ما یه چیزایی از قدیم داشتیم، حالا بی هیچی نیستیم، ولی اصلا اونجوری نیست که ما الان رو گنجی خوابیدیم که این گنج و سامان گفته وای و بوی و فلان و اینا. مجبور بودم به خاطر خودم و خانوادم 7 سال این کارو نکنم. وقتم نداشتم تو اون مدت رپ بخونم برای مردم قافیه سازی کنم. متوجه چی میگم؟ شرایط من ایجاب میکرد که این کارو بکنم. یا میتونستم بذارم از ایران برای همیشه برم و همه چی رو بی خیال شم، خانوادم 2 نفر یه مادر و یه پدرم رو ول کنم از اینجا برم که دیگه با اینا تا آخر عمرم تلفنی حرف بزنم دستم هم به دوزاری که اینجا دارم نرسه، یا اینکه باید پاش وای میستادم این مشکل رو حل میکردم. من انتخاب دومو کردم. این خلاصه کار. اوکی، یه دوره‌ای بود که همون تابستون کوتاه و اینا ام جی هم نمیخوند، سیجل هم بعدها چند وقت نخوند، اونا هم داستانشون اینجوری بود رو زد بازی یا نه فرق داشون؟ نه، سهراب یه مدتی درگیر یه سری داستانای چیز شده بود. یعنی سهراب واقعا تو موقع دانشگاه یه 5-6 تا رشته عوض کرد، یعنی هر سال یه رشته میخوند بعد سال بعد میرفت رشته دیگه. آخرش که تصمیم گرفت رشته آخرش رو تموم کنه خورده بود به این جریان تابستون کوتاه. نه اون سال یه مقدار یه جوری شده بود که نمیدونم یه حالتی شده بود هنوز، ببین اون سالم رشته آخرش انتخاب نکردم، بین یه چیزی بود که دوست داشت تمرکزشو بذاره روی اینکه قراره از الان تو زندگی چیکار بکنه. غیر از اون یادم سهراب بیت تابستون کوتاه رو برش فرستادن، گفت من خیلی با این مثلا اوکی نیستم، تایپ من نیست. اوکی. اون یکی سوال چی بود؟ سیجل چی؟ آره، سیجل هم یه مدت کوتاهی نبود سیجل هم که تو آهنگ حالا مثلا داستان ما هم مهراد و نسیم و اونو من اطلاع ندارم، اونو من دقیقا واقعا اطلاع ندارم چه اتفاقی افتاده. اوکی. خب الان داشتی صحبت میکردی راجع به این حرف زدی که پیشرو اینو مد کرد که اون صحبتو و یه سری درگیری ها حالا داشتی با پیشرو که فهم کنم برمیگشت به اون داستانتون که با فینچر داشتین که توی دیسبک دیس فینچر. بذار من یه چیزی وسط حرفت من یه چیزی بگم. من هیچ وقت هیچ درگیری با این آدم نداشتم.
این از اول بچگیش نمیدونم چه درگیری با من داشت. یعنی شما دیگه خودت الان به قول خودت همه رپ و زیرو رو کردی، یک حرف من تا حالا به این نزدم، چه خوب چه بد. این تا حالا 20 بار دیس کرده، 20 بار مصاحبه داده که اینجوری کردم، 20 بار گفته که من اشتباه کردم، 20 بار گفته نه اصلا درست کردم. من اصلا با این آدم هیچ وقت هیچ کاری نداشتم. اینو داشته باشیم، حالا ادامه بده. آره، می‌خواستم اینو بگم که شما دیس فینچر رو که داده بودین به داریان اینا، بعد از اون بود که رضا پیشرام اومد دیگه، که توی دیس بکی که داشتن رضا پیشرام خوند و بعدش هم حالا اون داستان‌های اون دیس بک معروفه، حالا اثر منفی شکل گرفت که صدای خودتون درسته. اولش بعد چهالنامه اومد درسته. اتفاقا دو سه سال پیش هم من داشتم فکر می‌کردم، یا سه چهار سال پیش، این یه دونه آهنگ دیگه هم داد با یه پسره، ولی دیگه اون آهنگی اصلا انقدر چرت و پرت بود روز تولدت اومده بود. آره که بایاش یه همچی چیز. یعنی ببین این به من میگه مثلا تو بچگی یه داستانایی بوده و اینا، این تا همین چهار سال پیش هم داشته این کارا رو میکرده و من هنوز هیچی نگفتم. آره تو اون آهنگه گفت به خاطر درخواست زیاد و خودش یه وایس کوچ گفت انقدر هی بهم میگن اینو دیس کن، دوست دارن طرفدارا، من این کارو کردم. که آهنگ شوگر ددی بود آهنگی که میگی روز تولد. خدا از دهنت. خب خدا رو شکر که تو الان اینو گفتی، چون من هر چی بهم میگم تو کلهش نمیره، میگه خودت به من بچه بودم، بعد میگه نمیدونم یه سری داستانایی بود، در صورتی که هیچ داستانی نبوده. داستان این بوده که تو از اول بچگیت می‌خواستی من باهات رفیق شم بخونم، نخوندم، همچنان این کارو ادامه دادی. و به نظر من یه بخش زیادی از طرفدارای پیشرو به خاطر این طرفدارشن که زد بازیه، نه به خاطر خودش. طرفدارای زد بازی به خاطر خود زد بازی طرفداراشونن، ولی طرفدارای این همشون نه، یه درصدشون به خاطر اینکه این روبروی ما طرفدار اینا، و چون اونا هم روبروی ما هن. یعنی دوست دارن یکی باشه که ما رو اذیت کنه. این حرف خیلی چیز، یعنی نمیشه 100% بشید که، ولی خب پیشرو واقعا قبول داره که کارش خوبه، تو کارش خوبه، ولی تو بدنه کاریش 30% کاراش به خاطر این خوبه که داری زد بازی حرف میزنی، به خاطر این معروف شدی. حالا شاید بهترین کارات به خاطر چیزای دیگه بوده، ولی اون به قول معروف اتنشن اولیه که گرفتی به خاطر این بوده که داری به ما چرت و پرت میگی. اوکی، حالا من روی نظری نمیدم چون نمیشه اینجا زیاد چیز کرد. نمیگم حالا... نظر بده، من دارم نظر خودم. نه، برای مخاطبا میگم که یه موقع مثلا مخاطبا نظر خود سما ویلسونه و اینجوری فکر میکنه به هر حال. ولی خب داستان زد بازی و پیشرو یه جونی کلا به رب داد، مخصوصا حالا اون موقع که بچه‌ها زد بازی هم شروع کردن دیست دادن، دروغ تعطیل و منصفانه و حتی تو چرابدی یه تیکایی بود و اینا، یه کلن فضای عجیبی به رپ میداد. و به نظرت این باعث این رقابته باعث پیشرفت حالا هم پیش رو هم شما و کل رپ نشد و اون جوه نشد؟ باعث پیشرفت اون شد، به پیشرفت ما کمک خاصی نکرد، ما کار خودمون رو همیشه ادامه میدادیم. این دوتا، حالا دروغ تعطیل و منصفانه رو از کارنامه زدبازی حذف کنی، فکر کنم 99% کارنامه سر جاشه، ولی مال اونو ورداری فکر کنم 100%ش میشه 65%. فرقش اینه. اوکی، خب آقا شما بعد از اینکه اومدین، خب با حالا یعنی زمانی که شما برگشتی یه چند وقتی بود که زد بازی جدا شده بود، سیجل و جی جی جدا شده بودن و خودت و مهراد گروهی زده بودین به اسم بزرگ و آلبومی هم به این اسم اومد که جلد دو بود. اول یه سوالی که خیلی دوست دارم بپرسم، چرا اول جلد دو اومد بعد قرار شد یک بیاد؟ چرا این داستان شد؟ چی پشتش بود؟ راستش رو بخوای پشتش این بود که ما زمانی که اینو تموم کردیم گفتیم یه پریکوئل هم این میخواد. یعنی اینکه اصلا چی شد که آهنگ یک ما که بیتابه تو اونجا، که من خیلی سرش زحمت کشیدم، مهرادم همینطور، گفتیم باید یه جوری همه چی خراب شه که تو به اینجای کار برسی. و اون خرابی اون 7 سال من بود که چقدر من اذیت شدم از نظر روحی، از نظر همه چی. میخواستیم یکشو ببریم رو اون اذیت شدنه که هنوز فرصتش نشده. دقیقا همینو میخواستم بپرسم که 6 سال ازش گذشته و حالا خبری نیست. آره ازش... نه فرصتش نشد. آخه یه سری مسائل دیگه هم این وسط پیش اومد که حالا یعنی فرصت اون کار نشده هنوز. ولی من همیشه امیدوارم که یه روز اون کارو بکنم قبل 40 سالگیم. من یه ماه دیگه همون تولدم گفتید. یه ماه دیگه تقریبا یه ماه و نیم دیگه میشه 36 سالم. یعنی 4 سال و یکی دو ماه وقت دارم که اون کارو حتما بدم بیرون. آره من که خیلی مشتاقم، چون آلبوم بزرگ حالا برای زندگی خود منم خیلی خوب بود، مخصوصا آهنگای بیتاب و میکوبم تا تن تا تن. آره نه این 4 تا آهنگ اولش خیلی فضاش فرق میکنه با بقیه آلبوم. آره کلن آلبوم که بود، من حالا هر وقت میخوام یه کاری رو شروع کنم حتما بیتابو گوش میدم، مخصوصا اونجا که میگی با خدا داری صحبت میکنی، میگه پاشو برنامه‌تو بچین وگرنه به خواب و خوابشو ببین، خیلی همیشه به من انگیزه میده، برای همین دمت گرم به خاطر اون آلبوم. ولی خب تو اون آلبوم
یعنی قبل از اون که حالا پیر شدیم ولی بزرگ نگه اومد تو مهمونی خودمونه جی جی دیست کرد و شما هم تو بریزن به هم یه تیکه بهش انداختی که برو فیلمتو نقد کن. چی شد بین شما و جی جی شکراب شد؟ تقصیر من بود اون موقع به خاطر اینکه نمیدونم چی شد، ولی هر چی بود فکر کن که تقصیر من بود دیگه. اوکی، گل آقا اون وقت دیست کی بود یا اصلا دیست بود؟ یه سری آدمایی هستن تو خیلی اکیپا هستن، ما تو اکیپ خودمون هم داریم، همه هم دارن، که این آدما هیچ کار خاصی انجام نمیدن، فقط دوست دارن که دوروبریاشون و افراد نزدیکشون بخورن زمین و بخندن به اینا. من یه دور باید یه تذکر به همه اینا میدادم، دیست کس خاصی نیست، تو همه اکیپا از این آدما هستن. پس با آرتیست خاصی نبودم؟ نه آرتیست نیست این. اوکی. شما فکر کنم خودت هم تو زندگی داشته باشی کسایی که اصلا خودشون تو بازی نیستن ولی هی به تو میگن بد بازی کردی. میگیرم چی میگی. اوکی، آخه یه سری تیکا توش بود که حالا به 4-5 تا آرتیست مختلف. نه آرتیست و اینا اصلا اون تو نبود، من با یه سری آدم های دیگه تو فقط آرتیست ها تو زندگی من اصلا رپر فول تایم نیستم، یعنی صبح تا شب تو استودیو هی برم اخبار رپ رو چک کنم. من با یه آدم های دیگه تو صنف های مختلف درگیرم که تو آهنگام سعی میکنم اگه از یکی از اونام دل خورم به اون تیکه بندازم. اصلا حالا میریم جلوتر باز این داستان رو من بیشتر میشکافم برات. یه صحبتی که خیلی هست حالا بین طرفدارات و حالا کلا مخاطبای رپ فارسی، خب سامان ویلسون یه زمانی لقب پدر گنگستر رپ فارسی رو به دوش میکشید و خیلی کارا گنگ و اینا، ولی بعد برگشتن کلا اون سامان رو میشه گفت ندیدیم تا همین چند وقت پیش که خیلی ها میگفتن سامان دوباره الان برگشت، حالا دیسی دادید به عرفان. این سامان گنگه چی شد؟ کجاست؟ این پدر گنگ که میگن، خب گنگستر تو دنیا طرف، یعنی صحبت اصلیش اینه که من تفنگ دارم، من قالتاقم، من بزنم، من نمیدونم، به هر حال قلدر محلم دیگه. ولی این داستان خب ما اون موقع چون با آهنگای 50 سنت بزرگ شدیم، طبیعتاً آهنگایی که من میخونم یه مقدار این فضا رو داره که مثلا آهنگای اولی که وقتی 18-19 سالمه، 18-19 سالگی تو پدر لاک پشتم نمیتونی باشی، چه برسه پدر گنگ یه مملکت بخوای باشی. تو اون موقع آدم جب میگیره یه چیزایی میگه آره من فلان میکنم، من بیسار میکنم اینا. خب من رفتم برگشتم 27 سالمه، اگه دوباره الان بیام بگم اوه من با چاقو میذارم تو مغز سرت و فلان و اینا الکی، خب این که یعنی من احمقم، چه پدر گنگی. بعدم من هیچ وقت به خودم نگفتم پدر گنگ، مردم به من گفتن، حالا خودشونم دیگه درستش کنم. من چند این هم جواب چی بگم دیگه، اینه جوابش. اوکی، حالا بعد این لقبی که حالا رود گذاشته بودن، دوتا لقب الان داری، اصل کار و هفت روتاس. این دوتا از کجا اومد؟ یه دونه دیگه هم هست، عکس رواس. عکس رواس، عکس رواس و هفت روتاس چیزایی که تا حالا ندیدی و من خودم اونجوری میبینم. هر دفعه من میام یه آهنگ جدید میدم، یه فضای جدید ایجاد میکنم، یه سری چیزایی میگم که تا حالا نشنیدی و با یه لحنی میام که تا حالا نشنیدی، یه مودی رو ایجاد میکنم که تا حالا نشنیدی. یعنی من نمیتونی بگی سامان ویلسون سبکش چیه، من همه جور آهنگ خوندم، راجع به همه چی خوندم. حالا هفت رواس عکس روتاس چیزایی که نیست، چون روتاس هفت نداره، رو عکس آسم روش عکس نداره، میدونی چی میگم اینا. یعنی اگه بود من بودم اون، این میشه اونش. اصل کارم که دیگه گفتن نداره دیگه، یعنی اصل کار این بازی منم دیگه، تموم شد. الان گفتی چیزایی تو آهنگا که میگه کسی نمیگه، یه انتقادی که رود هست حالا تو این دو سال اخیر تو دوتا آهنگ گفتی اینه که از مثلا تو آهنگات سیخ کباب و گوجه و اینا رو میگه، حالا یه تشبیهی میکنی و بعضی میگن آقا چرا. اتفاقا داشتم خودم فکر میکردم خیلی زیادی شده این داستان. بعضی وقتا آدم خودش حواسش نیست، مثلا سهراب داشتم گوش میکردم، خیلی وقتا هی میگه اینجا اینجوریه، اینجا اینجوریه، اینجا اینجوریه، مثلا این یه وقتای آرتیست خودش حواسش نیست، یه جمله رو داره زیاد تکرار میکنه. منم دیدم این سیخ و گوجه الان دفعه آخر گفتم دیگه حالا من کوبیده و برگوش انجا داره به هم میخوره، یک بار دیگه اصلا نه میخورم نه اسمشو میارم. اتفاقا خواستم بگم کباب دوست داری که اینو زیاد میگی، حالا گفتی حالت برام خیلی جالبه. آره دیگه کی بدش میاد، کی از کباب بدش میاد دیگه. آخه انقدر که تو آهنگ بگی چه میدونم دیگه. نه آخه ببین هر جا هم یه منظوری داره ها. ببین آره نمیدونم دونه اینا رو بخوام توضیح بدم، یه جا میگم مثل سیخم نه مثل این گوجه ها، یعنی من یه چیز دائمی ام که دوباره میام ولی گوجه همونجا تموم میشه. یه جا دیگه میام نمیدونم میگم که گوجه و سیخ رو گوجه و گوجه رو سیخ داغ و اینا، داستانش اینه که تو تهران خیلی ها فهم کنم مثلا وقتی که دیگه بری شمال و اینا رو بذاری رو گاز و چهار تا شاسی بلند دم در پارک کنی دیگه
تموم شده پول داری دیگه، از اینجا بعد لول بعدی وجود نداره. دارم میگم مثلا این چیزا چرت و پرت، هر جا منظورم یه چیزه، منظورم مثلا کباب و گوجه نیست، ولی خب نمیدونم چرا از این اصطلاح زیاد استفاده کردم. راست میگی، درست. خب آقا یه داستانی جدیدن داشتید که حالا دیس و دیسبک هم با رد و بدل شد و خب با پایداره. حالا از قدیم بچه های زد بازی با بچه های پایدار خوب بودن، عکسایی از خودت با خشایار که اون موقع عضو پایدار بود میومد و حتی عرفان. چی شد که این دوستی ها به هم خورد و به اینجا رسید که دیس کنید همو از این داستان ها؟ چه اتفاقی افتاد؟ خشایار که همیشه دوست من بوده و هست، به خاطر اینکه این وقتی ما سوم دبیرستان بودیم دوم بود، اصلا من خیلی با خشایار رفیق بودم، یعنی واقعا همش با هم اسکی میرفتیم، با هم دیگه پنج شنبه ها با هم دیگه با آژانس میرفتیم این ور اون ور احمق بازی. وقتی بچه بودیم تهران بودیم، همون موقعی که 16 17 سالمون بود، خشایار رو اصلا از این بحث در بیاریم. ولی عرفان خب علت دوستیتون با عرفان خشایار بود، یعنی اون کانکت کرده بود با هم؟ نه من 2013 یه بار رفتم سیاوش، اون موقع که من رفتم دبی 2013 با عرفان اینا رفیق شده بود، عرفانم اون موقع دبی زندگی میکرد، ما رفتیم اونجا اینا رو دیدیم، یه هفته ده روزم با هم هنگ اوت کردیم، خیلی هم خوش گذشت. آخه عکس قدیمی تر هم داری با عرفان؟ خیلی قدیمی تره. شاید یه دونه باشه، اون موقعی که خشایار با اینا اومد لندن یه دونه کنسرت دادم، من اون موقع اونجا درسم تموم شده بود، ولی یه سفر رفته بودم یه هفته اونجا، بچه‌ها گفتن که شب داریم با اینا میریم بیرون بعد کنسرت میای، ما هم رفتیم. اوکی. همین فکر کنم اون موقع هم یه کوچولو هم اون موقع اینا رو دیدم، یه شب یه دو شب. Okay. ولی با عرفان 10 روز هنگ اوت کردیم سال 2013 توی دبی. درست. بعد داستان این که چرا این اتفاق افتاد خیلی عجیب غریب بود، به خاطر اینکه ببین عرفان یه آدمیه که خودشو میگه من حامی مردمم، من پایدار تا پایدارم و اینا، حرفایی که ما هیچ وقت نزدیم، ما هیچ وقت نیومدیم طرفداری، یعنی میدونی مثلا اینجوری خودمونو بگیم که وای ما خیلی مردمیم و اصلا میمیریم برای فنامون و فلان، اینا یه ذره تو این فاز بودن. بعد آدمی که اینجوری فکر میکنه بعد 10 سال بیاد یهو یه دونه وبسایت شرط بندی میزنه که اومد، من اول اصلا ویدیو شدیدم فکرم این داره افشاگری میکنه، گفتم دمش گرم، داشت میگفت مثلا یه سری سایت ها فیشینگ میکنن و کلاوردارن و فلان و اینا، یهو وسط حرفش گفت حالا اینا هیچی بیاین تو سایت خود من ببندیم. من یه سایت زدم که این جریان ها توش نیست، ما رو میگی؟ گفتم اصلا این که خیلی عجیب غریبه. حالا اون روز من اومدم همینجوری دوتا تیکه بندازم، گفتم آقا یه سریا دارن میان میگن کوکاکولا قند داره و پیر بشید استخون درد میگیری، خودشون میان تبلیغ پپسی میکنن. این بهش برخورد، شروع کرد به من تیکه انداختن، این تیکه ها اضافه ای رفت و اومد، یه روز تموم شد، دوباره نمیدونم چی شد، این آخریا این پیچید به پرپای ما، ولی در حد استوری واسه من خنده‌دار و اینا بود، به عنوان هنوز چیز بهش نگاه نمی کردم که حالا بخواد داستان اینطوری بشه، ولی خب خودش دیگه آخر اومد خودش دیست داد دیگه، منم دیدم اینجوری شده، گفتم بکوبیم بره دیگه، بکوبیم بره که اینجوری هم نمیشه دیگه. الان یعنی خودت بابت مخالفی نسبت به این حرفی که میزنی؟ 100% 100% خب تو بچه های خودتون هم بودن این کارو میکردن اون موقع، بهشون چیزی نمیشه؟ باشه نه ببین، من مثلا خودم هم نمیگم اصلا تو این داستان به کل نبودم، هیچ تبلیغی هیچی نکردم، ولی آدمایی که این کارا رو میکردن، با یکیشون آهنگ خوندم، یکیشون رفیقم بود، ولی الان دیگه به کل همه اینا رو گذاشتم کنار، به خاطر اینکه واقعا نامردیه دیگه وقتی یه جورایی فکر میکنی یعنی میبینم تو نزدیکام چه اتفاقاتی داره میفته، به کل این داستانو گذاشتم، یعنی اصلا مخالف کاملم الان. بله. خب در ادامه داستان عرفان که داشتیم صحبت میکردیم و مشکلات و اینا، خب یه سری دیس و دیسبک رد و بدل شد بعد از اینکه عرفان و حالا جیدال دیس دومو دادن، شما گفتی که آقا ما دیگه قرار نیست آهنگ بدیم و خودتونو برنده دونستین و گفتی آقا عرفان بیا توی ابوظبی لاینسس ام ام ای بگیر همون بزنیم و ببینیم کی برنده است و حالا کلی هم پول در میاریم. و در ادامه ایمانمون با توجه به اینکه اسمش تو عروس برده بودی، حالا یه فری استایل داد و تیکه بدنداخت و گفتش که آقا بیا انگلیس با هم بتل کنیم. اول از همه که نظر داجه به بتل ایمانمون چیای قبول میکنی و اینکه جای رپر مگه تو رینگه؟ بعد همو بزنن مگه تو آهنگ نیست؟ من یه مسئله رو اول توضیح بدم، میگی خودمون رو برنده دونستیم، من فکر کنم که تعداد پلی هایی که تو یوتیوب شده، ریاکشن ویدیوهایی که رو یوتیوب اومده، تعداد پلی های ساوندکلاود، اسپاتیفای، کامنت های زیر پست من مهراد و کامنت های زیر پست خود عرفان جوابگوی این هست که کی تو این بازی برنده شده. برای همین من فکر نمی‌کنم برنده شدم،
همه این مسائل رو با هم دیگه هر کی میخواد بره یه جنبندی بزنه خودش میفهمه کی برنده شده. دوما این که وقتی میگی که الان جای رپر تورینگه، تمام یوتیوبرهای معروف دنیا، کسایی که فایتر نیستن، کسایی که هر مسئله با هم دارن میرن 6 ماه تمرین میکنن و مشکلشون رو تو رینگ حل میکنن و یه اگزیبیشن فایتی خواهد بود که هم خیلی پول جنریت میکنه و همین که به هر حال بهترین راه مبارزه تک به تک زدن همدیگه است تحت قوانین هر بازی که انتخاب میکنین، حالا بوکس، MMA، شطرنج، هرچی شما انتخاب کنین که چه بازی دوست دارین بکنین، اون بازی یه سری قوانینی داره، تحت قوانین اون بازی ما تکلیف خودمون رو با همدیگه روشن کنیم. سومین چیزی که گفتی اینه که ایمانمون اینو گفته و اینا، اصلا با ایمانمون مسئله اول اینه که اون پولی که من بخوام جنریت نمیشه، من اصلا نمیتونم با یه آدمی که اینطوریه برم تو این داستان که بخوام مثلا پول سازی بکنم با این داستان و شلوغش بکنم و مخاطب جذب کنم، اصلا این با این نمیتونم این کار بکنم، یعنی اونجوری کسی علاقه من به این داستان نخواهد بود. ثانیاً من ایمانمون رو یک بار دیدم، الان عرفان قدش یه مقدار بلنده، ما باید سر یه وزنی توافق کنیم، نمیتونیم هر کی هر جوری خواست بیاد تو رینگ. دیگه کسایی که بوکس دیدن، MMA دیدن میدونن باید سر یه وزنی توافق بشه، وگرنه کمیشن اون شهر اجازه نمیده این برگزار بشه. جفتتون باید روی وزنی روی روزی برین رو وزنه. ایمانمونو من به وزنش نمیرسم، یعنی من خودکشیم بکنم نمیرسم به اون وزنی که اون هست، چقدر با خودم رو لاغر کنم، همینجوری چاق هستم. عرفان چون قدش بلنده، من یه کوچولو خودم رو لاغر کنم اون همین چیزی که هست بمونه، چون اون قدش نزدیک 190 من 171 دو هم، بالاخره یه کوچولو الان مثلا اون فکر کنم دوروبر 80 خورده کیلو باشه، منم مثلا 87-8 کیلو، من یه 5-6 کیلو لاغر کنم به وزن اون میرسم. به خاطر همه این دلایلی که گفتم بهتر اینه که با اون انجام بشه این کار. همین. اوکی، حالا آخه راجع به بقیه گفتی که میرن توی رینگ، آخه اون اکثرا یا یوتیوبر اصلا کارشون اینه که اونجوری سر صدا کنن. من خودم حالا رپری و یادم نمیاد که این کارو کرده باشه، حالا نمیدونم، شاید من حافظم اجازه نکنه. هر چیزی اولین باری داره، اشکال نداره، اونم هست، درست. خب اوکی، از این مسئله که بگذاریم، حالا پس در نهایت اگه یعنی دیگه تو آهنگ اتفاقی نمیفته با بچه ها پایدار از سمت شما؟ نه، ما این داستان برامون تموم شده است. اوکی، پس این داستان معمولا مستن... هر بازی یه رفتی داره یه برگشتی داره، رفت شما اونو بازی کردن، برگشت شما اونا یه دونه دیگه هم اومدن خوندن. حالا اصلا یعنی من چیزایی که دارم میخونم یه سری صحبت راجبه اینه که آهنگ اول خود اونا از دومیشون بهتر بود، که حالا نبود بود نمیدونم، ولی الان صحبت اونه، صحبت این که مال ما بهتر بود یا مال اونا، تکلیف این داستان همه جا مشخصه. شما میخوای آدم بیطرفی باشی، ولی به هر حال یه ذره برین مطالعه کنن همه این ور اون ور، دو تا عدد و ارقام نگاه کنن، دو تا کامنت بخونن، چه زیر پست خودش چه زیر پست من، متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده کلا تو این رفت و برگشت. اوکی. خب یه نقد بسیاری روی ترک عروس بود و حالا دیسایی هم از سمت حالا رپ کنایی که دختر هستن اومد، که اینکه چرا سامان ویلسون دختر بودن و عروس بودن و نشانه ضعف میمونه و ضعف میدونه و از این استفاده میکنه برای دیس کردن. جوابت به این اشخاص چیه؟ ببینی، من اگه به یه خانومی بگم داماد شدیم، باز یه سری میگن که خانوما نباید داماد بشن. خب ببین دیگه، بتل رپ چیز که نیست، یعنی ما الان توی یه سازمان اصلی که راجع به مسائل حقوقی انسان‌ها که صحبت نمی‌کنیم. این یه مقدار امریکا این داستان رو راه انداخته کلن که همه نسبت به همه چی حساس شن، یه مقدار به این یه چیزی میگی به اون برمیخوره، یه مقدار به اون یه چیزی میگی به این برمیخوره. اینو من اصلا بحث خاص قابل بحث کردن نمی‌بینم. ما دیگه یه سری حرف، من الان مثلا بیام همین مونده، من الان بیام بگم قول مردونه به خانوما بر بخوره که چرا قول زنونه مگه چشه؟ خب چه میدونم، یه اصطلاحاتی از قدیم بوده، پسر وقتی عروس میشه یعنی اتفاق بدی براش افتاده، دختر میدونی، اصلا این حرفای یه ذره بی‌معنیه واسه من، یعنی دیگه حاشیه بیخودیه، بیخودی دارین یه داستانیو چسبیدین که سر و تهی نداره و هی دیگه فردا میشه حقوق نمیدونم خزندگان به لاک پشت
میگی نمیدونم چرا تو تخم میذاری شیر نمیدی به شیر برمیخوره، فردا میان میگن نمیدونم چرا کانگوروها ناراحت شدن، این هم زنه اومده گفته اینطوری، مردا دارن میگن اونجا، اصلا خیلی دیگه همه شدن یه مقدار ویکتیم، یعنی هی هر کی هیچ کاری نداره میاد دنبال این که تو چرا به این اونو گفتی، تو چرا به اون اونو گفتی. به نظر من تا وقتی یه بی احترامی خیلی سنگینی صورت نگیره راجع به این داستان، این داستان به نظر من اوکیه، یه مقدار ما هم کنار بیایم، بعدم دیگه رپ دیگه، داریم میگیم و میزنیم تو سر کله هم، داریم میزنیم و میرقصیم دیگه، حالا اینکه یه وسط یه نفر بیاد بول بگیره که تو چرا این حرفو میزنی و اینا دیگه به نظر من مسخره است، این نظر شخصی من. مثلا راجع به اینجاش راست شو بخوای فکر نکردم که مثلا یه مشکلات اینجوری ممکنه پیش بیاد، ولی دیگه اینا رو خودشون میدونن دیگه. اوکی، حالا نظرت راجع به فحاشی ناموسی تو آهنگا چیه؟ خیلی منفی. اوکی، بچه بودم خودم کردم، ولی میگم آدم تو بچگیش درس میگیره. شما آهنگی که داده بودین راستش بخوای اون آهنگی که داده بودین آخه شخص حقیقی نبود؟ بود کدوم آهنگو میگه؟ همون دیساجیلی که توش فحاشی ناموسی بود دیگه. چرا بابا، همه یه اتفاقای آره دیگه، نمیدونم خر تو خر بود دیگه کلا. این کار اشتباهه کلا، اصلا دنبال فحش، اصلا به شخصیت غیر حقیقی هم فحش ناموسی نده کسی. من یه درسمو گرفتم رو این کار، تو اونش هم دادم بس. خب آقا یه تیکه داری میگی دو تا بهترین پیدا کردن جفت هم و قطب مثبت و منفی، بمب اتم تو آهنگ واسه هر ایرانی با هیچ کس. چی شد این قطب مثبت و منفی بمب اتم دیگه همو قبول ندارن، با هم درگیرن؟ داستان از کجا شروع شد؟ قطب مثبت و منفی بمب اتم من گفتم چون اون موقع خیلی قبولش داشتم. یه جا دیگه هم آخه میگی میگفتی که رپ فارسی برق بود و ماها ادیسون. بله اون موقع من خیلی ایشون رو قبول داشتم، الان دیگه نداری؟ مثبت و منفی بود قوم و اتم، الان هم ندارم، نمیگم. اون چیزی نگفت که الان زده باشه زیرش. من یه مدت قبولش داشتم گفتم، الان قبولش ندارم، چیزی هم نمیگم، همون میگم. اوکی، پس در واقع من تصمیم میگیرم که این داستان کجاست، که شما و من رابطت کنید، رابطه تمام رپرهای غریبه با من و من تصمیم میگیرم کجاست. اصلا اونجوری نیست که اونا بخوان امروز بگن ما این کارو کنیم، من حالا جواب مثبت یا منفی بدم، یا اینکه اینجوری باشه. ما هر دفعه خودمون میریم جلو. من دوست داشته باشم با یکی بخونم، خودم میرم. الان سر این داستان آخر پیشرو اینو بهتون بگم، حالا از بحث هیچ کس بیام بیرون، داستان آخر پیشرو داشتیم اتفاقا تو تلگرام با هم دیگه یکم همینجوری بحث میکردیم، گفته چه که اون آهنگ که با مهرات خوندم از طرف شما پیشنهاد اومد. درست میگه، چون اون اعتماد به نفس اینو نداره که بیاد طرف ما، فکر میکنه اگه بیاد طرف ما جواب منفیه. مهراد رفت دنبالش گفت من میخونم، اگه باش نخونه اون برا ما دیس میده چون ناراحت میشه. من الان امروز بیام بهش بگم بخون با من میخونه، فردا باش دوباره بگم باهات نمیخونم با من دشمن میشه. امروز من وایس بدم اون جواب میده، فردا اون وایس بده من اصلا جواب نمیدم. یعنی چی؟ این داستانو کلا ما کنترل میکنیم که رابطمون با بقیه رپرها تو چه مرحله ایه. ببین حالا اول راجع به هیچ کس، یعنی اگه هیچ کس حالا به مشکلی نمیخورد با سهراب و حالا اون توییتا و اینا اتفاق نمیافتاد، باز باش مشکل داشتی؟ قبولش نداشتی کلا؟ هیچ کس رفیقمون بود، یه مقدار نمک خورد و نمکتون شیکوند، خودش هم میدونه. ما اینو از تهران تا لندن با هم دیگه رفیق بودیم، از اینجا با هم جوجه کباب خوردیم تا لندن با هم چیزای دیگه خوردیم. این آدم یه ذره نون و نمک نشناس بود به نظر من، حالا چرا نمیدونم. اوکی، پس مشکل موزیکی نبود اونجوری؟ شد، بالاخره مشکل رپرها همیشه میره تو موزیک، ولی نه خدایی هنوزم هیچ کسو دیگه دیدی دیگه، من تو یخ یه جور میخونم، واسه عرفان یه جور دیگه میخونم، معلومه لول احترامی کی کجاست. اوکی، پس برای کارش ریسپکت قائلی هنوز برای هیچ کس؟ شاید بیشتر از خیلی کسای دیگه، شاید بعد از خودمون بیشتر از همه. اوکی. و در رابطه با پیشرو، خب قرار بود که با پیشرو مثل این که یه آهنگی داشته باشین و این حرفا، و وقتی اومدی توی لایف صحبت کردی پیشرو ناراحت شد و گفت آقا قرار بود که اینا همه چی راز باشه، مخفی باشه، آره. یهو بدیم و ناراحت شد و همکاری ها قطع کرد. نه. آره. راجبه اون چی بود داستانش؟ آهنگی چی بود؟ و اصلا داستانش این بود که دقیقا بعد زمانی که دوتا آهنگای برگشت زدبازی با هم اومد بیرون خرداد پارسال، من از طریق یه نفر هماهنگ کردم که
پیشرو رو بیارین رو واتساپ شمارهشو بگیریم، من میخوام یه دونه آهنگ به این بدم چون خیلی پول جنریت میکنه. یعنی پیش فروش این آهنگو اگه بذاریم خب خیلی براشون جالبه که نیلسون با پیشرو خونده بعد این همه مدت و اینا. ولی هدف من تو اون آهنگ این بود که وایسم بغل این راجبه یه موضوع بخونیم، این یه مدل دیس نووینه، یعنی نمیخوام بیام بگم آی تو فلانی آی فلانی، بیا تو آهنگ بغل هم وایسیم ببینیم تو این موضوع کی قوی تره. قرار بود سه تا آهنگ بدیم، یعنی یه دونه اون بده با پرودیوسر خودش و بیت خودش، یه دونه من با پرودیوسر خودم و بیت خودم، یه دونه هم اصلا کسی که به این داستان ربطی نداره. ما سه تا آهنگ یه پکیج بدیم و یه عدد باحالی پیش فروش کنیم بدون اسپانسر و هیچی، خودمون همینجوری بریم جلو. اون تو اون لایوی که من اومدم اون شب اینو این راز رو به قول اون فاش کردم که من این آهنگو دارم میام که نه اینکه اتحاد و رپ فارس بره جلو اینا، من میخوام بیام تو اون آهنگ بتره کنم که همه بدونن کی قوی تره تو این بازی. ولی خب کنسل کردم اون موقع. الانم تو تلگرام اومده میگه که نه به خاطر اینه که من فکر کردم تو ضعیفی. ولی خب اگه ضعیف بودم که راحت میومدی دیگه، کی بعدش میاد یه بازیو بیاد دو تا پنج هیچ بزنه بگه اینم رقیب قدیمی من. به قول خودش ما که رقیبش نیستیم، اون میگه تو رقیب منی. اوکی، یعنی این فیتا امکان این که دوباره شکل بگیره نیست اصلا، چه از سمت خودت چه از سمت رضا؟ فعلا نه، یه روزی شاید با علم این که اینطوری اگه خواست میتونه اجرا کنه، ولی دیگه 50-50 تو کار نیست، اگه بخواد بیاد دیل فرق میکنه. اوکی خب، یه سری حالا یه داستان که هست، خب قدیم خیلی کمکار بودی تو فضای مجازی، الان خیلی پرکار شدی و کانال تلگرام زدی و این حرفا و خب خیلی سارو توضیح میدی و حرف میزنی مستقیم. یه داستانی که بود، خب قرار بود فیتی با تتلو باشه 6-7 ماه پیش. تتلو بعد از اینکه خیلی ها پرسیدن چی شد آقا فیتتون به کجا رسید، گفتش آقا جرئت ندارن با من بخونن و اومدی تایید کردی این حرفو و سر این داستان، یعنی فیتی با تتلو نخواهی داشت، درسته؟ اگر امیر یه روزی بیاد تهران برای همیشه این فیت 100% شکل میگیره، ولی الان که اون اونجاست من اینجا، من جرأت این کار رو ندارم. همین میتونم بتونم. اوکی خب یکم بحث حواشی بیایم بیرون. تو آخرین آهنگی که داده بودی قبل از بازگشته، تابستون کوتاهه بود که خب یکی از معروف ترین و میشه گفت محبوب ترین آهنگای هم زدبازی هم رپ فارسیه. تو مستندی که زدبازی داشت سیجل گفتش که سامان ویلسون، ما یک ماه رو این کار میکردیم، سامان ویلسون نبود، یهو یک شب اومد شنید خوند رفت و خیلی پرفکت. داستانش چی بود؟ چجوری این کارو کردی؟ از قبل آماده داشتی یا نه فقط همونجا شنیدی خوندی تموم شد رفت؟ ببین من نمیتونم جلوی دریا یا جلوی کوه بشینم بگم خب امروز بشین راجع به فلان چیز بنویسیم. تجربه هایی که زندگی تو راه من قرار میده باعث میشه که من اینا رو قاطی کنم با اون چیزایی که بلدم، مثل قافیه سازی و فلو و اینا، و یه کاری رو انجام بدم. من ترکیه بودم و یه سری اتفاقاتی اونجا افتاد، اینام تو اون یه هفته‌ای که من ترکیه بودم همه کارهای آهنگو کرده بودم، چارتایی چپیده بودم توی خونه عین زامبیا، کار یکی از خفن‌ترین کارهای دنیای موزیک ایرانی رو پیچیده بودم. منم رسیدن گفتم اینه، اینام عجله که آقا ما پس فردا می‌خوایم بریم بیرون. منم نشستم همونجا نوشتم و انقدر بچه‌ها پر انرژی و سرحال بودن، منم نشستم همونجا نوشتم و تموم شد رفت. همین، چیز خاصی نبود. من معمولا ورسامو تو 25 دقیقه تا یه ساعت می نویسم، ولی بعضی آهنگا خیلی طول می کشه بیشتر، ولی بیشتر آهنگا همین جوری هست. دقیقا من حسی که حالا توی چند تا مصاحبه هم گفتم، من حس میکنم جدیدنم خیلی اینجوری تر کار میکنی که خیلی فلبداهه طوره، چون مثلا بعضی از آهنگا معلومه روش کار شده، ولی حالا به نظر خود من از آهنگ درد سر به این ور یه کوچولو شلتر گرفتی کارو و حالا بعد از عروس باز به نظر من خیلی دوباره اون سامانه برگشته. اینا هم به خاطر همون بود این وسط یه مدت، چون خیلی ها میگفتن سامان یه کوچولو افت کرده. اینا هم داستانش سر همینه که سری می نویسی و تموم میشه میره. جالبش اینه که توی کامیونیتی رپ خیلی ها میگن که افت کرده و اونایی که ما کامنتاشون رو میخونیم و اینا، اونایی که کامنتاشون رو نمیخونیم کسایی هن که اصلا تو صنف رپ نیستن، دوستای صمیمی من هن. اونا چون تو یه سری جریانای دیگه هستن که من خودم هم هستم، این آهنگا بهشون بیشتر حتی میچسته و من یه مقدار بعضی وقتا میام واسه کل رپ فارسی یه چیزایی میدم، یه وقتایی هم یه چیزایی میخونم زبونشو مدلش یه جوریه که فقط یه جمع 100 نفره دور خودم میفهمن. اینه حقیقت، یعنی
حالا یه سری ها حال میکنن یه سری ها حال نمیکنن، ولی بعضی وقتا باز من واسه اون 300 کی فالووره میخونم، یه وقتایی هم واسه اون 100 نفری که واقعا تلفنی حرف میزنم و عصرا میبینمشون و میان و میرن واسه اونا میخونم. این بوده داستان. میدونم چی میگی. آخه داستانی که هست مثلا اون سامانی که قبل حالا تابستون کوتاه و اینا بود خیلی تکنیکی تر بود، رایمای خیلی اون داری راجبه بزرگ... اون موقع داری راجبه یه سامان 20 ساله حرف میزنی، الان یه سامان 35 ساله است. فکر کنم این دوتا سن خیلی با هم دیگه فرق داره. یعنی اون انگیزه رو دیگه نداری که اونجوری پای کار بشینی و رایمای نه اون قافیه اونا به منو بعضیا خیلی دوست دارن یه کاری که میکنن و اون کار موفقه همون سبک رو ادامه بدن. من و مهراد یه جوری هستیم که وقتی یه داستانی موفقه تموم میشه میریم دنبال کار بعدی، حتی اگه خوششون نیاد ما دوست داریم هی بریم کوچه های بعدی رو امتحان کنیم چه خبره. برای همین خب هر این داستان تو وقتی هی داری امتحان میکنی بعضی وقتی سبکشون رو پیدا میکنن دیگه میگن همین رو ادامه بدیم، این گرفت دیگه، این بود الان داستان، ولی ما هی دوست داریم الان گرفت بریم بعدی ببینیم چیه، بریم بعدی ببینیم چیه. خب وقتی تو داری همه کوچه ها رو امتحان میکنی از 3-4 تا کوچه هم خوشش نمیاد، مردم اون 3-4 تا کوچه هم از تو خوششون نمیاد، حالا باز میری یه کوچه دیگه اونجا خوششون میاد. این داستان ادامه داره دیگه، ما این شکلی بازی میکنیم. اوکی متوجه شدم. بهترین آهنگت از دید خودت کدومه؟ خیلی حال میکنی باش که خودم گوش کنم آه. یا اینکه مثلا بار خوبی داشته باشه جفتش؟ یه موقع هست یه کار نوشتی به نظرت خیلی خفنه ولی یه کار دیگه هست خودت خیلی گوش میدی، هر کدومش؟ من رو بیتاب خیلی کار کردم، اون که با مهراد خوندم اوپنینگ که بعد 7 سال برمیگردم، که داستان یه پرنده‌ایه که نمیدونه بال داره و ناگهان کشف میکنه که بال داره، میپره و این داستان میره به یه جای عجیب. آهنگ برای خودم دیپه حتی اگه کسی نفهمه. بیشترین آهنگی که خودم گوش میکنم شاید باشه LOL و اصل کار. دیگه مثلا بیشترین آهنگی هم که خب تابستون کوتاه هم که فن پسندترین بود و بیشترین که دوست داشتم مردم اون بوده دیگه. یه داستان دیگه که این چند وقته بود و استوری و اینا هم راجبش گذاشته شد این بود که یک حالا نمیدونم رسانه بگیم چی بگیم به اسم ریچ کیدز اومده بود یه سری حرفا زده بود، اینکه بچهای زدبازی بچه فلان حالا مسئولن و این داستان ها که سری درگیری هم ایجاد کرد و حتی قرار بود که قانونی پیشو بگیری. داستان اون چی بود؟ اصلا کجا پیش رفت؟ چی شد داستانش؟ این آدم از همه جا داره همه رو اذیت میکنه. من شخصا فکر میکنم یکی این کانال های خارجی به این وصله و اخبار درجه دو رو داره میده به اینا اعلام کنن. در مورد شخص من اومده بود گفته بود که سامان کانکشنش یه آقایی به عنوان استاد نمیم کیکی رضاپور که توی یه دانشگاه ایشون جانبازه و داره توی یه دانشگاهی درس میده و این کانکشن اونه. ببینین اصلا جدا از همه چی این من نمیدونم اینا رو جانباز و شهید، اولا نه فقط ریچ کیدز، هر کسی حالا هر عقیده‌ای داره رو جانباز و شهید انقدر منفی نباید نگاه کنن اینا که حتی اونورن، به خاطر اینکه به هر حال اینا جون بچه‌هاشون از بین رفته، خودشون ناقص شدن. این که اصلا خیلی مسخره است که تو بخوای اینا رو مثلا بگی چون این جانبازه و سامان با این رابطه داره این اینجوری. حالا من که اصلا اون آدمو نمیشناسم ولی کلا خواستم بگم که اصلا هر عقیده‌ای دارن این جانباز و شهید رو با این داستان قاطی نکنن، اینا احترام خاصی دارن. دوما این یارو اصلا بدون هیچی داره همه رو له میکنه، هر عکسی هر چیزی دستش میاد. بعد در مورد خود من چیکار کرده؟ اومده عکس اون بابا رو گذاشته، عکس منو بغلش گذاشته، عکس یه آقای بسیجی رو پایینش گذاشته، عکس نمیدونم یه چیز دیگه هم بغلش گذاشته. نمیتونم که من بیام عکس پرچم اسکاتلند رو با یه سری جنگل با عکس آتیش بذارم بغل هم بگم جنگلای اسکاتلند آتیش گرفت. اینا باید تو یه عکس باشن. این آدم اینو نمیفهمه. مردم ایران هم متاسفانه یعنی یه عکسی که میبینن میگن آه خب این حقیقت و فلان و اینا. این خیلی اذیت کرده و من واقعا دنبال اینم که اینا رو پیداشون کنم. خیلی هم دارم میگردم که اینا رو پیدا کنم. بتل فاینال من با ایناست. تمام این عرفان و هیچ کس و همه اینا دستگرمیه. بذار من اینا رو پیدا کنم، تکلیف اینا رو کاملا مشخص میکنم. اوکی یعنی پیگیر پروندهشون هستی و داستانشون؟ پرونده نه، من فقط اسامی اینا رو پیدا کنم کافیه. پرونده رو کسی دیگه باید بره دنبالش، من تو درجه ای نیستم که برم دنبال پرونده. آخه گفته بودی شکایت میکنم و یه سری استوری شکایت تو لندن داره انجام میشه. اون اصلا از طریق اینکه به خاطر اینکه یارو یکیشونو پیدا کردیم کلاهبردار پارکینگ
داره پارکینگ این ورانور اجاره میده، جریمه ها رو دیر میفرسته که دوبله بشه، یه سری اطلاعات عجیب غریب اینجوری پیدا کردیم. خود پسرم یکیشون، ولی مثل که 7-8 نفرن دارن این کارو میکنن. ببین اینا بدترین مدلی هستن که تو میتونی باشون برخورد کنی. اینا اصلا معلوم نیستن کیان و تو معلومی به اونا که کی هستی، یعنی حریف تو نمیدونی کیه، اونا ولی میدونن تو کی. اگه پیداشون کنم خیلی جالب میشه کار، یعنی اگه فقط بدونم کیان، نه اینکه پیداشون کنم برم بالا سرشون، نه پیدا کنم من بدونم اینا کیان تا تازه معلوم شه که داستان چیه. اوکی خب پس حالا نمیدونم بعد ببینیم که داستان چی میشه. به نظر خود منم حالا آدم یه فکت واقعی داره، حالا به عنوان پاپارازی بخواد کار بکنه که یه کمکی بکنه خیلی خوبه، ولی اینکه حاشیه الکی اینو به اون بستن و دیده شدن خیلی حرکتی چیپیه. حالا امیدواریم که از این اتفاقا، البته هر چقدر امیدوار باشیم باز میفته. من این اکانتو دیده بودم از 4-5 سال پیش، فقط عکس پولدارا و ماشینا و خونه هاشونو میذاشت، میگفتش که لایف استایل تهران اینجوری هم داره، داشت لایف استایل پولداری تهران رو نشون میداد. الان اومده هیتر شده، یعنی داره میگه این لایف استایل غلطه و یک نفر نیست که بیاد تایید کنه این آدم، بگه که خب این اگه پول داره پول این درسته. هر کیو داره میاد داره فقط میکوبه، یعنی این پیج داره تمام اشخاص حقیقی رو خورد میکنه. حالا اگرم من پیداش کنم نکنم، من اعتقاد به کارما دارم یه اتفاق خیلی ترسناکی واسه اینا میفته به زودی. خب آقا وحشتناک، ترسناک نه، وحشتناک. اوکی یه داستانی که بود، یه حالا کامنت بازی داشتید با شایه خیلی وقت پیش، تقریبا فکر کنم 9 ماه گذشته، و راجع به این حرف می‌زدی که آقا چقدر از غم، چقدر از تاریکی، چقدر از بدبختی می‌خونید، و خب یکی از حالا حرفایی که بچهای زد بازی زیاد میزنن اینه که چرا غرغر میکنید انقدر، و خب چرا انقدر به اینا گیر میدید؟ چون به هر حال یه میدونی یه ساید تاریک هم هست دیگه، بعضی وقتا آدم میتونه با اون خودشو خالی کنه. سوال من اینه چرا انقدر به اینایی که حالا دارن سیاسی میخونن، اجتماعی میخونن، اینا گیر میدید و میگید آقا غر نزنید؟ ببین اولا که من فهم میکنم این سیستم دردی رو دوا نمیکنه، یعنی اینکه تو بیای از این تاریکی و مخصوصا تو جایی که واقعا همه دارن قطع امید میکنن، یعنی وضعیت یه جوریه که یه مقدار ناراحتن، یه مقدار مشکلات به یه جایی رسیده که فکر میکنن دیگه اتفاق خوبی شاید نیفته و همینو باید اداره کنن، که من عقیدم برعکس اینه، فکر میکنم اتفاقا همه چی درستتر و درستتر بشه. این خیلی بده که تو داری همه رو ناامید میکنی و داری بهشون مسکن میدی. میدونی چرا داری بهشون میگی که بدبختی اوکیه، ما هم بدبختیم، یعنی تو ناراحت نباش، منی که رپرم اگه بدبختم تو که دیگه همینجوری هیچی نیستی، بدبختی که اوکیه، این روال کاره، پس هیچ تلاشی نکن، بشین سیگار رو دم بالکن بکش. خب تو داری این آدم رو میخوابونی، اون چیزی که من میخونم داره حداقل سعی میکنه این آدم رو بلند کنه. من فکر میکنم دردی از این داستان دوا نمیشه. دومین چیزی که دیدم، اونایی که من دیدم نمیخوام ازشون اسم بیارم، اینا دارن زندگیشون رو میبرن به سمت جلو، امروز کافی شاپ میزنن، فردا یه بیزنس دیگه میزنن، صبح دارن با یکی دیگه حرف میزنن، وضع خودش داره بهتر و بهتر میشه، ولی اینو تو موزیکش نمیاره، باز داره راجع به بدبختی میخونه. چرا؟ چون طرفدارای بدبختی که داره این میخونه هی دارن زیادتر میشن، هی دارن زیادتر میشن. زیادتر شدن اینا چی؟ یعنی پول رسیدن بیشتر به اون آدمی که داره راجع به این چیزا میخونه. اون داره هی زندگی خودش بهتر میشه، صبح میاد راجع به این چیزا میخونه، از استودیو میره توی کافی شاپی میشینه که حالا مال یکی از فامیلاشونه و اونجا اون بس رونق پیدا کرده، 100 نفر دارن میان اونجا خرج میکنن، غذا میخورن، قلیون میکشن، اینا چیکار میکنن، ولی این حقیقت زندگی خودش به این چیزا باور نداره. این داره فقط اینو کرده یه مایه، یه سوراخی رو به قول معروف گیر آورده که ملت ایران دلشون از یه جا پره. این داره ملت ایرانو که مثلا یه ذره مثلا دارن سختی میکشن، توی وضعیتی قرار گرفتن که تحریمن، یه حالتی بهشون دست داده که یه مقدار ناامیدن، داره هی این ناامیدی رو واسه اینا توجیه میکنه که درسته ما هم همینیم، ما هم مثل شماییم و فلان اینا، ولی اینا اصلا مثل اونا نیستن. من 2-3 مورد دیدم، نمیخوام اسم بیارم، ولی این اذیت میکنه. حداقل ما اگه داریم راجع به یه چیزی میخونیم، داریم راجع به زندگی ما خودمونیم. من خودم دارم میگم این کارو دارم میکنم،
شما بیاین بهترش رو بکنین، نه اینکه بیای هی با قروناله. می از ریا آدم بدش میاد، یعنی تو بیای خودت قروناله کنی و سرتو بندازی پایین شب که میری خونه تو قصر بخوابی، این اذیت میکنه. منم هم چیزی که مثل همین جریان عرفان دیگه، چیزی که تو خودت از اون ور میای میگی آقا این داستان زشته و نکنینه ولی بیاین تو سایت من، یا مثلا مثل همین آقا اینجا اوضاع خرابه، اینجا همه بده، اینجا هوا تاریکه، اینجا اوضاع بدیه، بعد شب خودت میری داری اصلا پارتی میکنی و یه کار دیگه، این اذیت میکنه. مسئله اینه. وگرنه اگه خود این آدمم تو چاله چوله بود هیچ مشکل اونجوری ایجاد نمیکرد، فقط مسئلهش این بود که به جای واکسن داری مسکن میزنی که اونم ایراد نداره. حالا اون دیگه طرز فکر خودته دیگه. ببین حالا منم خودم یه دیدگاهی رو این دارم، حالا واقعا خب بعضی جاها آهنگای دارک دیپ نیازه. برای مثال من خودم بعضی وقتا حالم یه جوریه، مثلا منی که حالا مثلا بر فضل مثال با آهنگ بیتاب خیلی انرژی میگیرم که برم کار کنم، بعضی وقتا انقدر دیپ حالم بعد یه جوری هم نمیتونم اونو گوش کنم، ولی میرم یه آهنگ خیلی دیپ اونجوری گوش میدم، باهاش مثلا شروع کنم خوندن بلند، رهام میکنه، میتونم برم رو کار. اون مفیده بعضی جاها، ولی خب این که من انتقادی که به بعضی از این اشخاص دارم اینه که میان میگن آقا چرا فلانی داره مارکتینگ میکنه و فلان و مارکتی میخونه و این حرفا، بعد خودشون درد و میکنن مارکتشون، میکنن منبع پولسازیشون. بر فرض مثال طرف آهنگ نمیده یا آهنگ آماده داره، وقتی که میخواد یه اتفاقی بیفته که حالا اون درده بیان سر اون درده گوش کنن و آهنگو، این به نظر من بده، چون اون دردو داری خودت تبدیل میکنی به پولسازی دیگه، میدونی؟ پس هیچ فرقی نداری دیگه. نظر ما خیلی به هم نزدیکه، همین حرفی زدی، منم تقریبا همینو گفتم به یه بیان دیگه. آره دیگه، حالا میگم آهنگ دارکم نیازه، من خودم خیلی گوش میدم، شاید از رپرهایی که خیلی حالا دارکن، ولی خب جا داره دوستان که... همه واقعی باشن، راجب واقعیت بخونن، یعنی کلاً واقعیت نه، یه ذره این چیزی که میخونی به زندگی ربط داشته باشه. این سیستم دارک رو میتونی اداره کنی تا وقتی که خودت برسی به قول معروف به لایت، یعنی وقتی خودت دیگه چراغ زندگی روشن شد این داستان رو بس کن، بیا بقیه هم روشن کن، یه حالی بهشون بده. آره تو رپ آمریکا هم زیاد داشتیم دیگه که بعد از اینکه خب آره اولش میای راجع اولش آه. وقتی داری این چیزا رو میگی خودت داری تو کارتون میخوابی، ولی وقتی از کارتون خوابی اومدی رفتی آپارتمان خودتو گرفتی دیگه وا بده دیگه، یه ذره تو هم بیا، نمیتونی باز دوباره راجع به کارتون خوابی بخونی، خودت هی مرحله بعدی میری یه خونه بهتر، مرحله بعدی یه ماشین میخری و هنوز داری راجع به کارتون خوابی میخونی، فقط چرا؟ به خاطر اینکه مارکتینگ کنی این کارو در بیاری. درسته. خب تو وایسی که چند روز اخیر داشتی تو تلگرام گفتی که پیشنهاد من، نصیحت من به رپ کنای جدید اینه که نکنید آقا، برید دنبال یه کار دیگه، و دوست داشتم راجع به این حرف بزنیم. چرا؟ من چیزی از تو رپ ندیدم کلا، یعنی من چیزی گیرم نیومده از این داستان، و بعد همیشه هم سایت پروژکت هم بوده، یعنی هیچ وقت 100% تمرکزم و اینا روی این نبوده که بخوام از صبح دنبال این باشم که اسپانسر کو، کدوم استودیو بریم، فلانی بگو نیاد، یکی بگو بیاد، اصلا. ولی جدیداً داره خوب میشه اوزا، حالا اسپاتیفای یوتیوب اینا رو اوزا داره خوب میشه، همه چی داره خوب میشه، ولی به نظر من این کارو نکرد. اگه توانایی کار دیگه‌ای رو دارین بکنین، به نظر من اگرم فکر کنین واقعا تو این کار درجه یک این، تشریف بیارین، ولی همینجوری نرمال بیایم ببینیم چی میشه و اینا، یه 5-6 سال 10 سال از بهترین سالهای زندگی تو میذاری میره، اگه یکم خوب بشی ممکنه بری یکم تو دردسر. یه هر به هر حال وقتی داری رپ میخونی، داری 10 تا آهنگ میخونی، تو یکیش یه حرف نامربوط بزنی داستان میشه، یه سری ناراحت میشن، یه سری اذیت میکنن، ای دیگه میدونی. الان به نظر من مارکت رپ فارسی مخصوصا اگه تو ایران داری کار میکنی، یه جوریه که اگه توانایی یه کار دیگه یو داری اونو به چسبی بهتره. بازم نظر شخصیه، من خیلی اینجا نطق نمیکنم که بگیم مثلا آقا همینی که من میگم درسته، هر کی هر چی دیگه میگه چرت و پرت، نه دیگه، این من نظر شخصی اینه. من زندگی من خودم با همه اتفاقایی که افتاده، روز اول الان منو برگردونی 18 سالم 17 سالم باشه دست به این کار نمیزنم. گرفتم. اوکی. و این خب خیلی تلخه، میدونی، چون حالا عشق این کارو داشتی و خب جزو یکی از خفنا بودی. این کار فقط یه چیزیه که توش خوبم. اصلا عشق این کارو خیلی ندارم. آدم دوست داره یه بازی که خوبه رو هر آگاهی وقتی با یکی مثلا صحبت میشه، مثلا میگن مثلا ممکنه من الان تخته اصلا دوست نداشته باشم بازی کنم، ولی بازیم خوبه. یکی میگه آقا تخته میزنی، میگم چندی، یعنی بفرمایید اگه
مثلا فهم کنی بازی بلدی و اینا بزنم چون توش خوبم، ولی اصلا حوصله ندارم همینجوری اگه سر هیچی باشه بشینیم بزنیم. ما درسته، حالا میگم داستان تلخیه چون اکثر اونایی که خب جزو پایه ها و کسایی که جایگاه دارن ناراضی هن از این داستان. حالا امیدواریم که شرط درآمدزایی توی رپ هم خیلی بهتر بشه با توجه به اینکه اسپاتیفای حالا یوتیوب داره راه میفته. آقا با توجه به اینکه بخواد جوری بشه که من راضی باشم باید خیلی خیلی بهتر بشه، یکم بهتر بشه فایده نداره. 10 برابری 20 برابری نمیدونم، باید یه به یه جای دیگه برسه اصلا این عددا. حالا میگم هر کی تو زندگیش توی خانواده‌ای به دنیا میاد توی شرایطی یه انتظاراتی داره، کارهای دیگه‌ای که کرده یه درآمدی براش داشته. برای من اصلا یعنی بخواد این داستان 5 برابر 10 برابر هم بشه شاید زیاد نصرفه، اینو برای عشقم انجام میدم صرفا و به خاطر اینکه توش خوبم. اوکی خب با توجه به اینکه زیاد میدونم دنبال نمی‌کنی رپ فارسیو، میخوام بدونم که تو بچهای جدید تا حالا کسی هست شنیده باشی بگی این کارش خوبه خوشم میاد؟ لیتو خشی اس آر جدید که نه، نسل دو بهش میگن چی میگن خشی دو لیتو خشی اس آر، حالا کنیس بعد عرضم به حضورت که اپیکور هم چند تا کارشون رو بدم نمیاد. اوکی بچه های وانتونز چی باشون فیت هم داشتی؟ نه ها اونا هم یادم رفت ببخشید، بچه های وانتونز هم آرتا رو خیلی خوشم میاد، بقیهشون هم باحالن، مخصوصا توی این آهنگ گنگ به رقص سامیلو رو خیلی حال کردم، خیلی دنبال نکردم ولی اینا هم خیلی بچه های باحالی هن حد دقل میتونم بگم. اوکی خب دوست داشتم که نظرتو راجع به بچهای زد بازی تک تک بگی، حالا کامنتی حرفی خاطره ای درباره اعضا. سهراب که دیگه آخه یه جورایی داداش همه مثلا، یعنی اصلا دیگه تقریبا برادر هیچ کدومون نداریم دیگه، یعنی یه جورایی برای همین مثلا خیلی وقتا میان میگن آقا یارو به سهراب چیزی گفته تو چرا به یارو میپری، یا برعکس یهو داستان میشه میگن آقا سامان با یارو مشکل داره تو چرا این کارو کردی و اینا. دیگه ما وضعیتمون یه جورایی که برادر نداشته هم دیگه ایم دیگه، این که از اون مهرادم که دیگه چیزمه، یه جورایی مردم به زنشون میگن به شوهرشون میگن سولمیت، این دیگه سولمیت من بوده، یعنی از اولین نفری که تو این گروه من آشنا شدم اینه و از نظر همه چی سلیقه‌هامون خیلی به هم نزدیکه، از نظر موزیک و از خیلی نظرهای دیگه، یعنی واقعا با هم دیگه جفت جفتیم دیگه، هیچ مخالفتی چیزی نداریم، خیلی هم همه چی خوبه، موزیکی هم تو همه بچه‌ها بیشترین کسی که دوست دارم باش کار کنم اونه، علیرضا هم که دیوونه خاص خودشه حال میکنم باش تازگی، یا قدیما هم خیلی باش حال میکنم، یه موقع اون وسطای سری چرت و پرتای شده بود، اونم سلیقه موزیکیش خیلی خاصه و واقعا هنرمنده. سیاوش هم که یه رفیق قدیمیه که اصلا قبل اینکه ازدواج کنه ما نصف خاطره هم با هم دیگه بوده و حالا الان هم که هنوز با هم دیگه در تماسیم و انشالله که یه کاری چیزی به زودی با هم دیگه بدیم. این هم از بچه زد بازی. نسیم چی؟ عضوی که الان عضو نیست. نسیم راستشو بخوای من کلن تو زندگیم نسیم رو کم دیدم به نسبت اینکه مثلا هم گروه این بوده، شاید در مجموع من 10 بارم فیزیکی ندیده باشمش، بیشتر مثلا پروژه که بوده توی گروهی بودیم با هم کار کردیم، مثلا تو واتساپ بوده یا تو مثلا تلفنی بوده یه موقعی و اینا، بعد دیگه از موقعی که من دوباره برگشتم با نسیم کاری ندیدیم، یعنی کار من با نسیم از نظر هنری خلاصه میشه به تابستون کوتاهه، بقیه آهنگا رو بچه‌ها باش دادن، مثلا 2-3 بارم کنسرت‌های بچه‌ها بود بکستیج و اینا دیدمش، آشنایی خیلی خاصی باش ندارم ولی تا جایی که میدونم دختر خوبیه، ولی مثلا اینکه دیگه با زد بازی کار نخواهد کرد، این تصمیم بوده که بقیه گرفتن منم ساپورت میکنم. تصمیم بقیه بوده یا تصمیم خود نسیم بوده که کار نکنه؟ حالا بین خودشون بوده هر چی بوده، یعنی به من گفتم من اصلا نظری ندارم، شما از روز اول خودتون گفتین نسیم بیاد الانم میگین دیگه نباشه، حالا اصلا من نه روز اول گفتم بیاد نه الان میگم نباشه، خودتون میدونی یه چیزیه که به من ربطی نداره. اوکی خب یه سری سوال میخوام ازت بکنم، حالا نسبت به کارا و درگیری هایی که اینا داشتین بین یک کدومشون ببینیم که نظرت رو کدومه، پایدار یا ملتفت؟ ملتفت. هیچکس یا پیشرو؟ هیچکس. تابستون کوتاه یا بچه محل؟ دادی. هیدن یا ام جی؟
او ولم تو اومدی دعوا رو بندازی مثلا چنگی برو بعدی. نه میخوام ریاکشن تو بگیرم ببینم فام بشه دیگه آخرش. چی کیو میذاری بغل کی هستن یعنی باحال دیگه. جی جی هستی که هستش بشه. این هم نمیخوای بگی؟ چرا؟ به خاطر رفاقتی که خیلی وقت با سیجل داشتم و آخه اونقدر من با جی جی تایم نگذروندم که با سیجل داشتم. خب سیجل اوکی. خب آقا میدونم که خیلی اهل سریال دیدنی، مخصوصا گیم آف ترونز. نمیدونم ده بیست بار که دیدی سریال رو، حالا تو حرفی که با هیدن داشتی حفظی و میخوام ببینم که مثلا این قرار گیم هم میدونم زیاد دوست داری، یو اف سی مخصوصا، چون یو اف سی هم هی ازش پست میذاری. گیم آف ترونز یا یو اف سی؟ یو اف سی. یو اف سی اوکی. حالا گیم بازی درسته؟ گیم زیاد میزنی، گیم چی دوست داری؟ یه سری گیم های میزنم، Red Dead Redemption بیشتر چیزی که میزنم، ولی خب فیفا هم که هر کی بلده بفهمه. اگه یه روز تورنمنتی اینجوری بین رپر را بیفته شرکت میکنی؟ 100% و رو خودم شرط میبندم اگه جایی هست که قبول کنه این شرطو. نه تو لای رپر ها الان مثلا یکی دوتا دوست دارم مثلا این با اینا که نمیشه زد، ولی یه سری هستن که تو رپر ها که میبندن با همشون دیگه. آخه سمیلو هم مثلا خیلی بازیش خوبه، سمی هم هست مثلا جزو کسی که فیفا بازی. والا دیگه بیان ببینیم چیه. جالب میشه حالا اگه بتونیم یه تورنمنت. من فقط به گیمر میبازم تقریبا، به آدم نرمال، حالا چه رپره چه رستوران داره چه نمیدونم پاپ میخونه، کار دیگه ای اگه میکنی به جز این که کارت گیمه احتمالا میبازی. اوکی اوکی. خب ورزش هم خیلی راجبش صحبت میکردی که دوست داری و زیاد میکردی، الان ورزش خاصی میکنی یا توی ورزش خاصی مقام الان چیزی؟ که دارم میترکم خیلی چاق شدم، ولی یه مدت نه من ورزش حرفه‌ای نمیکردم، همین باشگاه میرفتم. خیلی هم خوبه، یعنی باشگاه میرفتم یه 6-7 سال ساعت 6 و نیم 7 صبح، حتی اون موقعی که داشتم بزرگو میساختم من هر روز هفته یعنی 5 روز تو باشگاه بودم، ساعت 7:30 می اومدم خونه، 9:30 با مراد میشستیم میرفتیم لواسون، 3 روز اونجا بودیم، بعد دوباره برمیگشتیم هفته دوباره 5 روز ورزش، دوباره میرفتیم اونجا. خیلی حال میداد اون موقع، ولی الان یه مدتی که اونطوری نیستم، به خاطر هم کرونا هم به خاطر اینکه نمیدونم چی شده، یه مقدار این کرونا هممون رو تنبل کرده، حالا باید دوباره شروع کنم حتما. اوکی. خب برنامه‌های آینده چیه؟ امسال آلبومی کاری چیزی؟ چرا دوست دارم که اگه بشه یا ای پی یا ال پی خودم رو بدم با کمک کنیس مهراد، حالا هنوز معلوم نیست اگه بخوام از بقیه آرتیستان بیت بگیرم، بقیه پرودیوسرها یعنی بیت بگیرم با کیا کار کنم، برنامهش کامل مشخص نیست. یه دونه موزیکال الان دارم میسازم، قرار بود همین فردا شب از کلاب هاوس بیاد بیرون، ولی یه مقدار قرار بود یه چیز همینجور رندوم باشه، الان یه مدار تمیزش کردم، روش کار کردم، اضافه کردم، خنده دارش کردم، گفتم که یه ذره تأخیر اشکال نداره، بذار یه 2 هفته دیگه کار کنم از یوتیوب بزنم بیرون، که اگه مثلا یکی یه دقیقه میخواد بزنه رو پاز یا بزنه عقب رفته یه جای حواسش نبوده بتونه دنبال کنه. خیلی تصمیم خوبه، اتفاقا منم خیلی دوست داشتم شنیدم بگم که آقا کاش رو کلاب هاوس نباشه، رو یوتیوب باشه. آره نه، که کلاب هاوس یه جوره یه باره خیلی میدونیم اصلا مال این کار نیست، یعنی همون اول ما یه ذره نظرمون یه چیز دیگه بود، ولی دیگه الان اینجوری شده. اوکی. پس امسال احتمال اینکه یه آلبوم تکی، حالا ای پی یا ال پی داشته باشیم از سامان هست؟ احتمال همه کار هست، احتمال بزرگ یک هست، احتمال یه آلبوم 6 ترکه با سهراب هم هست. هنوز تصمیم گرفته نشده، این بیاد بیرون تازه من میتونم فکر کنم که آپشن زیاده، یه مقدار عدد و رقم‌ها رو هم باید بررسی کنیم. رپ فارسی داره بهتر میشه، پول داره میاد توش، سپانسرهای خوب هستن، در این بتیا رو باید گل گرفت فعلا، ولی بقیه سپانسرهای از کسایی که ساز میفروشن تا کسایی که کارهای مالی انجام میدن هستن، یه سری سپانسر درست حسابی هم الان جذب این کار شدن، شرکت بیمه هست الان، خیلی هستن که علاقمند شدن به این داستان، عدد پایین تر ولی خب کار سالم تر با اینا باید انجام داد. درسته. یه سوال میخواستم بپرسم، حالا من این ای پی که گفتی 6 ترک با سهراب ام جی، من یه سال و نیم پیش شنیدم، همون اونه؟ هنوز کاراشو نکردید؟ ببین همون نیست، ما یه چند تا ترک آماده داریم با سهراب، تقریبا 2-3 تا هم جدید میسازیم میدیم دیگه، کاری نداره، اون از همه چی آسون تره.
اوکی. بعد سهراب که با من میاد اصلا کار ما خیلی راه میفته، یعنی سینکیم با هم دیگه، یعنی اون شروع میکنه، من ورس یکو بهم میده، من دو رو میسازم، من یکو بهش میدم، دو زور آماده است، اصلا خیلی سینکیم، یعنی از نظر زمانی و اینا خیلی میافتیم جلو اگه اون بشه. خب خیلی هم عالی، حس میکنم که همه حرفا رو زدیم. به نظر خود صحبتی جا نمونده که بخوای دربارش بگی؟ نه دیگه، فکر کنم برای دفعه اول کافیه، حالا ایشالله که دفعه دومی هم در کار باشه، با زوره چیزی پیش اومد، یه کار جدید باشه، حداقل بتونیم کامل راجع به اون حرف بزنیم. و دم تو هم گرم دیگه، خیلی سوالای خوبی کردی و برنامه باحالی بود، کلا خوشم اومد. دمت گرم، مرسی، مرسی که افتخار دادی، دعوتو قبول کردی، اومدی. امیدوارم که حالا برنامه‌های آینده هم بیاد و لذت ببریم ازش، حالا کاری بود با هم بکنیم. دمت خیلی گرم، شب روزت خوش، امیدوارم که شب روز خوبی داشته باشی. خدا نگهدار. امید بدبختی ریچ کیدز. شبت بخیر. خدافظ. خب این بود از قسمت 18 برنامه بی پرده و مصاحبه با سامان ویلسون عزیز. امیدوارم که لذت برده باشید. صحبتی انتقادی پیشنهاد دارید حتما توی کامنت ها بنویسید. جا داره این آخر یک تشکری بکنم از وحید، ایشون که احتمالاً همتون میشناسید و دیدیدش تو چند تا ویدیوها. و چرا میخوام الان ازش تشکر کنم، دو تا مصاحبه آخرمون اگه دیده باشید میبینید یکم کیفیت متفاوته. داستان چیه؟ حالا اشخاصی که تو ایران هستن، آرتिस्टایی که تو ایران هستن، وحید زحمت میکشه میره اونجا یه نفری و دوربین و به هر حال تجهیزات میبره و فیلم برداری میکنه از آرتیستا، سر همین کیفیت و بیشتره. میگم دو تا مسابقه آخر علی اردوان و سام ویلسون این شکلی گرفته شده بود و همچنین تدوین به هر حال مصاحبه ها هست با وحید و دمش گرم، خیلی زحمت میکشه برای این کارو. خواستم تشکر اینجا ازش بکنم. دم شما هم گرم، مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم لذت برده باشید. حتما توی کامنت ها بنویسید دوست دارید مهمون بعدی بی پرده کی باشه که سعی کنیم باهاش کانکت بشیم و افتخار حضورش رو داشته باشیم. دمتون گرم، صحبت دیگه باقی نمیمونه جز این که امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی و سمانه.